سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با قسمت 162 فکر کنم از سری آموزشی بازی لیگ آف لژندز و این بار با کاراکتر ویکتور. ویکتور مید لینر هست، خواهشاً تو لین دیگه استفاده نکنین. یه جمله پیروز گفتم که دوستان همش وقتی عصب نیستی ویدیو رو نسازی. نه واقعا منظورم اینه، مثلا شما میری میبینی یکی با ویکتور رفته ساب بازی کرده یا جنگل بازی کرده، رفته مثلا چالنجر شده. گفتم خیلی کارا میکنن تو اون ویدیو، گفتم افراد خیلی کارا میکنن که به شما نوب ربطی نداره. واقعیته، چه میدونم اگه یکی رفت به خودش بمب از خودش منفجر، شما باید همون کارو بکنید. به قول قدیمی ها مثلا قشنگتر تو کمپ خوشونتتر بزنیم، به قول قدیمی ها هر کی رفت تو یکی رفت تو چاه شما نباید برین. ویکتور بسته به بازی شاله یک سری داستان داره که میگم داستانی سر پسیوش هست. هر مینیونی که بکشه یک استک گلوریوس اِوولوشن میگیره، هر کانون مینیونی که بکشه، مینیونایی که توپ دارن رو بکشه 5 تا، و هر چمپیونی که باشه 25 تا استک میگیره. حالا اینا به چه درد میخوره؟ زمانی که اینها به 100 تا برسه میتونه یکی از ابیلیتی هاش رو آپگرید کنه. یعنی چی؟ حالا با هم میبینیم. من این کولدانه رو بزنم که همینجور بزنیم اینها رو و بعد راجع به ابیلیتی ها صحبت کنیم. در این حال که داریم این کارو میکنیم، ابیلیتی هاش رو توضیح بدم. کیوش اینه که خب یک تیری به دشمن میزنه، یک دمیج یارو میخوره و خودش مقداری شیلد میگیره، پس این برای تریت ها خیلی مهمه. بنابراین اولین ابیلیتی هست که فعال میکنیم و بعد از این قضیه تیر بعدیش یک دمیج اضافه تری داره. نگاه کنید تا وقتی که این رو داره، اگه بزنه اینجا تایمرش رو هم نشون میده. نگاه کنید تا وقتی این تایمر رو داره، اگه دوباره دشمن رو بزنه، دشمن یک دمیج اضافه هم میخوره. پس این تو ترید هاش خیلی مهمه. حتما اگر دشمن رو زدید زود در نهید، چون یک شیل هم دارین اگه جون هاتون برابره، به خصوص اگه جون اون کمتره، حتما وایسید و این یکی رو بزنید. این یه نکته. ابیلیتی بعدیش حالا توضیح میدم. ابیلیتیش واقعا ساده است، در این سادگی بازی کردن باش کمی سخته به خاطر اینکه استفاده درست از ابیلیتی هاش و این تریت ها براش خیلی مهمه، به خصوص فارم کردن. این هم یکی از اصطلاحایی که بعد این فارم هم کشتن مینیون ها رو میگن. مینیون کشتن ها کلا براش به خاطر این آپگرید ها خیلی مهمه. راجع به آپگرید ها حالا میگم، بذارید برسیم. دبلیوش خیلی ساده، یه محدوده رو اینجوری میزنه، یه همینجا اسلو میشن، اگر بعد از 1.5 ثانیه بیرون نرن استان میشن و این استان به مدت 1.5 ثانیه است. ایش یه محدوده رو اینجوری لیزر میزنه، هر کی توش باشه دمیج میخوره. خب این بهترین ابزار پوکش است، برای همین تو مرحله اول برای تریتا کیو رو میگیریم، ولی بعدش ایو و بعد دبلیو رو و بعد ای رو اول ماکسیمم میکنیم، چون این دوربردترین ابزارش است. این ای یک خاصیت دیگه داره مثل ای لاکس، وقتی میزنید بهتون یک ویو هم میده. الان این دقت کردم اصلا نمیرسیم اینجاست، ولی وقتی این رو زدیم به همون این ویو رو داد اینجا رو این خط. این هم میتونه برای کمک استفاده بشه اگه نمیدونین کسی هست یا نه. اینه که بزنین اینجا رو دیگه، همون یه لحظه کافیه که بدونین چیزی هست نیست، کنترل وارد هست یا نه. و در نهایت آر حالا رو هدفی که حرکت کنه خیلی نمیدونم میشه روی آیا چیز امتحانش کردیم، بدبخت کرده بیازار امتحانش کردیم نه، ولی زمانی که شما به یکی دمیج بزنید و بعد ایو روش بزنید، آر رو روش بزنید که خب خودش حرکت نمیکنه، من دوباره آر رو میزنم که بتونم کنترلش کنم. این محدوده میاد همون اول یک دمیجی میزنه. خب حالا برای اینکه بهتر ببینیم، با آر دوباره آر زدن میتونید کنترلش کنید. یک دمیج همین اول میزنه و بعد همینجور که دنبال کنین تا وقتی یارو تو این محدود است، تمام کسایی که تو این محدودن در ثانیه اون دمیج رو میخورن. حالا درسته الان چون آیتم نداره و اینا، حتی این کرم هم ندونستیم باش بکشیم با یه ذره، من خب قویه. یک نکته باز هم میگم در این حال که ساده سخته، چون همینجور که دارید این کارها رو میکنید باید حواستون باشه که آرن هم کنترل کنید و اینها. و ضمن این که این آر یک داستانی داره، هرچی از شما دورتر بشه سرعتش کنتر میشه. من آر رو اینجا میزنم، اولش ببینید سریع داره میره، جلوتر که میره مشخصا سرعتش داره یکم کمتر و کمتر میشه. این هم یکی از نکاتیه که اینجا نمیبینید، اگه شیفت رو بگیرید نوشته هرچی دورتر بره سرعتش کنتر میشه. حالا میریم سراغ اون قضیه چیزه که بریم یه چیز میز بکشیم که من این رو بگیرم.
مینیون ها رو فعال بکنیم با اجازتون. مینیون ها بیایید. به خاطر این تمرین من حالا این رو غیر فعال کردم. همینجور میریم و اول مینیون میکشیم، اشکال نداریم. با همه چی میزنیم، ما نمون امتیاز کنیم که ما همینو پر کنیم. حواله به اینجا استک هم تازه شد 7. حالا حساب کنیم که چقدر باید هم مینیون بزنیم که این اتفاق بیفته. برای همین خیلی مهمه و کشتن چه مینیون حالا چه هر چیز دیگه ای برای شما، این دبیتونش دمیج ندارد. من زدم همینجوری بستم خوردانی یاد نگیریم، این زمان دمیجی نداره. نه استک ها رو یه گزینه داشت، نمیدونم رون ها رو پر میکنم و اینو پر کنیم که تیر استک هیچی فولی استک رون زایا اینو پر میکنه. نه هیچ ربطی با اون استک هم نداره، هیچ ربطی با اون نداره متاسفانه. خیلی خب منوال ایجاد میکنم تا موقع یک چیزی راجبه، یک نکته دیگه راجبه اولتیمیتش هم بیدین. این هم جز چمپیون هایی که اگه کسی بهتون گفت کمبو داره بهش بخواین، کمبو نیست، اینکه هوشمندانه سری ابیلیتی ها رو استفاده کنین کمبو نیست. کمبو مال وقتی که یه ابیلیتی رو میزنین مثلا ارتباطی با اون یکی داره زدنش، یعنی اگه این رو بزنی بعد این رو بزنی اتفاق میفته مثلا. بعد یک نکته ای که هست اینه که الان من این استکر رو بکنم، این آرتون از دیوار رد میشه. خب این یه نکته است، قبلا رد نمیشد، این حواستون باشه. این یه نکته، آر رو فکر کنم از پشت دیوار هم میتونید بزنید اینجوری. این هم یه نکته دیگه، من به این برای غافلگیر کردن دشمن میتونین استفاده کنین، برای گنگ کوین ها میتونین استفاده کنین. این هم از این این رو بزنیم همینجور تون تون همینجور کشم هم عوض کنم، مینیون های این برار هم بزنم. دینه دیگه زیادی جلو میان، مهم نیست. چه 18 تا، یعنی فقط 18 تاشون رو کشتن؟ باید تو عجب از بختی نیم، اما مینیون های محترم همون چند نصد بهش مینیون های خودی رو میشد که نصر کن نزن لامه سبا خواهم مینیون ها رو بگیرم. مثل اینجا زمین بیبره داره، این زلزل اومد خلاصه چند دقیقی اینا کار بکنم فقط نمیرم. من رو جنگل هم فکرم رو اینا هم جواب میده. الان چندین 24 بینا اگه رو اینا جواب میده این سراغ اینا چند دیره. این تقلیم نیست، به خاطر علم و دانش داریم این کارم. این یه دیگه حال دادم نه ایران هم. نه رو این اثر نداره متاسفانه. یک کار قشنگ تر بکن. آه من میام اینجا هستم، بیا اینجا، بیا اینجا. او 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 اشکال نداری بیا تو هم بمیر تو هم بمیر تو هم بمیر. جهت ایتون رو هم در ازم میتونید اینجوری تنظیم کنید، یعنی ابتدا و انتهاش رو کلیک که میکنید نقطه شروعش، جهت نقطه پایانش. این نمیادم افتاد این هم بوشد دیدم دوباره. یعنی 100 تا میلیون اینجوری بکشم خیلی نامنده. چالنج آی او او بی تربیت ها. یک ضرب مثلا میگه که باد آورده باد هم میبرد. آری که بخواید مانا و گولزن نداشته باشم اینجور بعدم علکی میزنم. نه یه قطعشون کنیم بستشون کنیم سریع تر میان فکر کنم. این طرف هم رو استفاده کنم تا اونجا باش. اینه که دارم دنبالم میان. خوبه اینجوری بزن، اینجوری بزن، اینه بیزن بی خودی چیز دیگه ندن. اینه بزن یعنی دیت هم بودم میدونم. شما بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین اینجا، شما بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین بیا بیا ایه منیون داره. خب همه تون مدین آفه. خب چه واقعا تو دوش رو پنجان ناسه این دو دارن کار خسته پنده. معمولا تو بازی هم قبل دبلشیش خیلی مگه انقدر دشمن کشته باشه زودتر بسازه، ما منیون اینا زودتر از دبل شیشتون نمیرسید. لیون هم شدیم مسیجر لیون شدیم بادم.
خب سری میان. آره خب پس همین کارو کنیم، الکی اینو بزنیم، اینا هی برن بیان. ویوی زدیم دوباره رو چش کنیم، بزن 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 همینجوری دوباره قطع وست. این روش خیلی بهتریه. آه خدای من، شما بیدار بزنید جلو که برسه با میشه سعدت. چرا واقعا دوباره برو بیا این اخیرا کش کردم که اینو بزنید ریست میشن آنه من، ولی نمیتونید تعدادشون زیاد کنم بخاطر اینکه هر که ریست میشن اونا قبل رو میگیرن. نمیزین دوباره ریست ها ای اومد. نه باشت من ببینم زیادش کنم زیاده بمیدیم آیتم که ندهیم. دوباره حالا این وسط اینو گفتم که کومبو رو الکی قاطی قضیه. خب الان ببینیم آپگرید اومد. خب این رو خاموش کنیم کنم. سه حالت داره، بعدا برای این هم خواهد اومد. توی لول چندش میاد آپگریدش؟ نمیدونم چیزی ندارم، فکر کنم توی 11 میاد، فکر کنم نمیدونم احیانا. نه دوست نداری؟ نه خلاصه این هم آپگرید داره. چه آپگرید؟ آها اینا رو آپگرید کنم بعد این فلش رو بیاد. وقتی کیو رو آپگرید کنید کاری که میکنه علاوه بر اینکه شیلدش بیشتر میشه، شیلدی که نشونتون دادم بیم دوباره اینجا، شیلدی که نشونتون دادم موومنت اسپید هم میگیره. اینجا رو اگه نگاه کنیم اینکه میزنیم موومنت اسپید هم قراره بگیره. موومنت اسپید چرا نگرفتی؟ 30% قراره موومنت اسپید بگیره، چرا نگرفتی؟ آه چرا هنوز آپگرید نکردم؟ راست میگه بدبختی. W رو من معمولا W رو اول میدم به خاطر اینکه W اینه که علاوه بر اون اسلویی که داره تمام اون دو تا ابیلیتی دیگهش بجز اولتیمیتش اونها هم برای 20 یک ثانیه برای 20% یارو اسلو میکنه. خب تقریبا ویکتور ابزار خاصی برای فرار نداره بجز همین W که بزنه شما کند کنه و این میتونه کمک کنه که مثلا یکی دو نفر رو با این کند کنه، یکی کسی اومد دنبالش با کیوش مثلا بزنه اون هم کندش کنه، یعنی هم ایش هم کیوش منبر دشمن رو کند میکنن. ایش چیه؟ ایش هم تو بازی خیلی دیدید اگه ای رو بزنه، حالا من ای رو بزنم ببینید چون اینو میشدید، ای رو بزنه بعد از اینکه این رنج رو رفت یه بار دیگه هم افتر شاک داره مثل دبلی، مثل آره دبلیو چیز نه مثل آره دیگه نه ایشه آره مثل ایه ویلکوز. ما اینا رو آپگرید کنیم دوباره به ما حرکت رو زیم ولش کنیم و در نهایت آرش هست که آر رو آخر هست همینم 25% سرعت اون حرکت آر رو زیاد میکنه. من خیلی یعنی بیشتر با دمیج چیز موافقم. من معمولا اول دبلی میزنم اما اگر زیاد شاخ به شاخ میشید با مید لین کیو رو مثلا میزنید با دشمنتون که توی ترید ها راحت تر باشین، اگر جانگل رو میزنینش با کیو و بعد در میرین. اگر وارد زمانی که وارد تیم فایت شدید ای بیشتر از هم به درد میخواد یا اگر این تو فارم مینیون و پوک دشمن مشکل داریم به هر دلیلی ای رو اول میزنیم که برد زیادی هم به نسبت داره، یعنی رنجش درست این دایره هست ولی از زمانی که میزنید نگاه کنید تا اینجا رو داره میزنه. حالا باید یه ذره تاخیر جاهای دادن ازش خیلی آسون نیست اگر روی هدف بزنه. اگر خواستید حمله کنید گفتم کیو حتما زده بشه به خاطر شیلدی که میگیره و دمیج بعدی که میزنه و بعد دبلیو رو بزنید که یارو کند بشه یا یاروها کند بشن و بعد هر چیز دیگه رو که میخواید میزنید که اینها این تو بمونن، مثلا اولتیمیتتون روشون میزنید که اگه وایسن که بدبختن چون هم استان میشن همین داره همینجور در ثانیه بهشون دمیج میزنه، دمیجش هم زیاد هست به نسبت و اگر هم در برن که خب باز هم شما این وسط دارید میزنیدشون اونها دارن در میرن خب باز هم عقب میفتن. بنابراین این هم از داستان ویکتور.
گیم پلی براش نخواهم گذاشت، چیز خاصی نداره که بخواین گیم پلیش رو ببینید. همین ها بود که گفتم و مهمترینش همین، یعنی قلقش این بود و این که بدونید این اولتتون از دیوار اینجوری رد میشه. قبلا نمیشد این، من تا اینجا شدم یک زمانی نمیشد، الان دوباره رد میشه. و اینکه تو تریلر ها فقط حواستون جمع باشه دیگه، این همین. و می نویسه که مثلا کدوم رو الان گرفتین. الان من دترایش رو گرفتم و به خاطر همین اینجا الان توی همیدیتی میگه این رو گرفتی. این هم از این. ممنون از توجهتون. باز هم میگم یک سری چیزهایی رو، ویدیوهای سوالاتی که دارید لینکش رو توی توضیحات گذاشتم. اسرنگ گرفتن، نمیدونم پیدا کردن ویدیوها، بله ویدیوها زیاده، چاره ای نیست، تعداد چمپیون ها زیاده، ولی اینکه چقدر راحت میشه پیداش کرد لینکش رو گذاشتم. پیدا کردن راحت چمپیون ها واقعا راحته، یعنی من سری رو درک نمیکنم. یا مثلا یه سری چیزا هم ببخشید اینجوری میگم، بعضیا خب کورن، میگن اسم چمپیون رو تو تایتلش بذار. اینه پس چیه دارم میذارم؟ قسمت فلان اسم چمپیونم هست دیگه، دیگه اونو من نمیتونم کارش کنم. و ببخشید اگه این نمینید واضح، یه سری چیزای واضح و اصلا جواب نمیدم، ببخشید. به زودی حالا دوبله چیزا هم شروع میشه دوباره، میگم یکم داستان چیز رو داریم، داستان فعلا این مانیتور شدن خیلی ذهنم رو درگیر کرده. شرکت ها یکی بعد از دیگری بسیار تأخیر دارن، به خصوص یک پی که اصلا مرخص بود، یعنی رفتم توی اینستاش هم نوشتم اما 10 روز گذشته جواب ندادین. یارو اینقدر مد نوشته که خیلی هم اتفاقا دوستتون داریم، چقدر گوگلی اینا، جوابم دادیم، یعنی دروغ هم چیز کرده. در صورتی که من گفتم شاید حالا واقعا جواب نرفتم، نها کردن نه، و تو جوابش نوشتم ما 24 ساعت بعد جواب دادیم، دروغ به این شاخ داری. خلاصه با هرکی کار کردیم با اون مجموعه که اصلا کار نکن. خیلیاتون گفتیم با افراک کار کن، افراک سرویسش موقتا غیر فعاله و من به شخص فعلا دارم با اندروپی مذاکره میکنم، منتظر جوابشون هستم. یکم تأخیر دارن، سرشون شلوغه، خودش نشونه خوبیه به دلایل مختلف. حالا تا الان تو اینهایی که من سرچ کردم با اونها احساس راحتی بیشتری داشتم، امنیتی بیشتری داشتم. خلاصه این هم از این. یه مقدار به خاطر اون خیلی وقتا این کامنت ها رو مثل قبل با حوصله جواب نمیدم، خیلی جزا میکنم، یکم فکرم شلوغه، ولی ویدیوها ساختش همچنان ادامه داره. من جمله برنامه هایی که گفتم راجع به اصطلاحات میخوام توضیح بدم، راجع به داستان ها داشتم میگفتم، راجع به بیوگرافی هایی که تو داستان ها میگم، کلیپ هایی که قرار بود ترجمه بشه، حتی دوبلاژ بشه تو برنامه هست، ولی الان نه، الان یکم ذهنم درگیر این قضیه است، منتظرم تکلیفش چی میشه. چون اگه آموزش باشه آموزش ها رو کامل میکنم، ولی اگه باشه مانیتایزش به مشکل بخوره، خب بی خودی بیام مثلا این همه وقت بزنم داستان بگم اینا که چی بشه. اینه که یه مقداری وقت افتادم. ممنون از توجهتون، تا ویدیوهای بعدی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.